فرانسه و چند کشور منطقه خاورمیانه در جریان اجلاس بغداد 2 که در اردن برگزار شد به طور غیر مستقیم از حکومت عراق خواستند تا از نفوذ جمهوری اسلامی دوری کند. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی که نماینده ایران در این اجلاس بود، روز چهارشنبه در توییتی به زبان عربی ضمن تاکید دوباره بر حمایت تهران از بغداد از دیدار با همتای سعودی خود در اردن خبر داد. گفتگو میکنیم با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه از فرانکفورت آلمان. آقای صدرزاده، با این پرسش شروع کنیم که اجلاس بغداد 2 با چه اهدافی برگزار شد؟ هدفهاش رو آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه انتخاب کرده بود. در حقیقت قبل از اینکه به عمان بره تعیین کرده بود که این جلسه برای چی هست و اون هم تأمین امنیت و بازسازی عراق هست و از تمام کشورهای عربی منهای سوریه دعوت کرده بود و از اونجایی که این بغداد دوم بود به اصطلاح، در بغداد اول نه ایران بودن نه ترکیه، ولی از اونجایی که در این میان اتفاقاتی افتاده، یعنی هم ترکیه و هم ایران به عراق حمله کردن به مواضع کردها در عراق، از اینی که از این دو کشور هم تقاضا کرده بود که به این جلسه بیان و در این جلسه هم همه شرکت کنندگان در این جلسه در حقیقت روی سخنرانی که آقای مکرون کرد و صراحتاً از دولت آقای سودانی نخست وزیر عراق که گفته می شود به ایران نزدیک است، صراحتاً خواست که اهداف این کنفرانس و یا اصولاً اهداف جامعه جهانی برای بازسازی عراق زمانی متحقق میشه که آقای سودانی یا دولت عراق سعی کنه نفوذ ایران رو در اونجا کم بکنه. و این رو نه تنها اون گفت، بلکه تمام سخنرانان این جلسه، رئیس جمهور مصر، پادشاه اردن، آقای بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی، همه اینو تاکید کردن که با وجود نفوذ ایران و نقش ایران و کاری که گروه های طرفدار ایران هشت و شبی و غیره می کنن، عملا بازسازی و امنیت عراق میسر نیست. یک کار دیگه هم آقای مکرون انجام داد و اون که یک ارتباطی ایجاد کرد بین شرایط عراق و شرایط لبنان، چون همطور که می دونید فرانسه نسبت به لبنان یک مسئولیت خاصی برای خودش احساس می کنه و گفتش که این دو تا کشور یعنی لبنان و عراق از یک چیز واحدی رنج میبرن و اون هم دخالت‌های خارجی است، منظورش دخالت‌های ایران بود. در یک کلام این کنفرانس کنفرانسی بود هشدار به ایران که باید سیاست منطقیش رو عوض کنه. خب همونطور که آقای صدرزاده اشاره کردین، امانوئل مکرون به طور غیر مستقیم اشاره کرد در مورد نفوذهای جمهوری اسلامی در عراق، رئیس جمهوری مصر هم بر چنین مسئله‌ای تاکید کرد. نفوذ جمهوری اسلامی در عراق به غیر از مسئله بازسازی این کشور چه نگرانی‌هایی رو برای منطقه و حتی غرب ایجاد کرده؟ نگرانی اصلی این هست که نحوه ارتباط ایران با عراق ارتباطی است به اصطلاح از طریق نیروهای گروه‌های مسلح، یعنی گروه‌هایی که تا حدودی خارج از دولت هستند و توسط این گروه‌های متفاوت هشت و شعبی اعمال سیاست می‌کنه. این گروه‌های هشت و شعبی نحوه تشکیلشون، نحوه عملشون طوری است که با سیاست‌های یک دولت معمولی نمی‌تونن کنار بیان. اینه که تا زمانی که این هشت و شعبی خلع سلاح نشه، بله، یا حالت یک گروه معمولی نگیره و مزاحم به اصطلاح فعالیت‌های دولت نباشه، هیچ گونه امکان عادی سازی شرایط در عراق وجود نداره. این در حقیقت این گروه‌ها مانع اصلی شدن برای سیاست داخلی عراق و سیاست خارجی عراق. به همین علت همه اینو تشخیص دادن که تا زمانی که این وضع در عراق وجود داره، یعنی نفوذ خارجی و اون منظور نفوذ ایران است، به این صورت، یعنی تکیه بر گروه‌های متفاوت شبه نظامی است، هر گونه عادی سازی غیر ممکن است. همین است که نگرانی جامعه غرب از همین مسئله است و به همین علت هم این جلسه سراسر اخطار بود به جمهوری اسلامی که شما بایستی سیاستتون رو عوض کنید.
و دست آخر ماجرای ایران و عربستان و اظهار نظر وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مورد دیدار با همسایه سعودی در این اجلاس و ادعای آمادگی ریاض برای مذاکره با تهران. آقای سجاده، روز سه‌شنبه اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه در یک سخنرانی عربستان سعودی را توفاله ای نامید که به گفته او حتی ارزش ندارد که دشمن خطاب شود. عین کلماتی بود که آقای قاآنی به کار برد. حالا وزیر خارجه جمهوری اسلامی از گفتگو و از سرگیری رابطه با عربستان سخن میگه. تحلیلتون از این تناقض چه است؟ واقعیت این است که اصلا معلوم نیست که صحبتی شده باشه با آقای بن فرمان، چون تمام رسانه های عربستان سعودی هیچ گونه عکس العملی نشون ندادن. یعنی حتی ذکر نکردن که گویا آقای امیر عبداللهیان و بن فرمان همدیگر رو دیدن و هیچ گونه خبرگزاری، نه رویترز، نه AFP، نه DPA، هیچ کس کدومشون گزارش ندادن که چنین ملاقاتی صورت گرفته. اون چی که میشود حدس زد و این حدس منه که در حاشیه این کنفرانس اونجوری که معموله شرکت کنندگان سلامی میکنن به هم دیگه، دستی میدن به هم دیگه و از کنار هم دیگه رد میشن. ظاهرا چنین اتفاقی افتاده و همین علت آقای امیر عبداللهیان ادعا کرده که ما ملاقات کردیم و آقای فرهان گفته که ما ابراز آمادگی کرده برای مذاکره. اصلا چنین چیزی در کار نبوده. همونطوری گفتم رسانه های عربستان سعودی اصلا ذکر نکردن، هیچ رسانه عربی که مطمئن باشه این رو ذکر نکرده، رسانه های اروپایی هم ذکر نکردن این مسئله رو. این ناشی از این است که آقای امیر عبداللهیان و رئیس جمهور ایران آقای رئیسی از موقعی که سر کار آمدن اعلام میکنن که اولویت سیاست‌های خارجیشون نزدیکی به کشورهای منطقه است، ولی و اولویت هم برای عربستان سعودی دارن. بارها هم تکرار میکنن که ما مایلیم با عربستان سعودی رابطه برقرار کنیم، ولی همونطور که کشور عراق گفت، دولت عراق گفت، اونجا چند تا مذاکره انجام شده، ولی الان دولت عراق اعلام کرده که این مذاکرات در بنبست هست. یعنی عملا مذاکره ای بین ایران و عربستان سعودی نه انجام میگیره نه چنین چیزی بود. سجاده، از تمایل آقای رئیسی و آقای امیر عبداللهیان سخن گفتین، اما سپاه چطور؟ سپاه که بازوی میشه گفت اجرایی کشور و رهبر جمهوری اسلامی در منطقه هست، وقتی رئیس فرمانده نیروی قدس اینگونه سخن میگه در مورد عربستان، دستگاه دیپلماسی کشور میخواد چه کنه؟ چگونه میخواد که از در رابطه با از سرگیری رابطه صحبت کنه؟ برای دستگاه دیپلماسی مشکله. یعنی شما خودتون رو بذارید به جای وزیر امور خارجه عربستان سعودی و بشنوید از طریق کانالهای مستقیم یا غیر مستقیم که ایران آماده مذاکره هست، ولی از طرف دیگر کسی که در ایران قدرت اصلی دستش است، برای اینکه به هر حال فرمانده سپاه قدس، سپاه پاسداران، کسی است که در حقیقت تمام رفتار ایران رو در منطقه تعیین میکنه، در سوریه، در یمن، در عراق، در لبنان. وقتی که چنین کسی میاد چنین حرفی رو میزنه و به قول شما عربستان سعودی رو دشمنی میخواند که توفاله هست و لیاقت دشمنی هم نداره، یک دستگاه دیپلماسی عربستان سعودی بیشتر حرف آقای قاآنی رو به عنوان سیاست رسمی ایران میپذیرد تا تعارفاتی که آقای امیر عبداللهیان اینجا یا اونجا میکنه. بسیار سپاسگزارم از شما علی سعدزاده از اینکه با ما همراه بودید.